سیزدهم آبان 1358 فتنه دجالگرانه خمینی، آغاز گروگانگیری در سفارت آمریکا. در همان ساعت‌های اولیه وقوع حادثه، خمینی اشغال سفارت آمریکا را انقلابی بزرگتر از انقلاب اول نامید. رژیم خمینی در پشت پرده سه هدف را دنبال می‌کرد: یک، مات و از صحنه خارج کردن نیروهای انقلابی و در رأس همه مجاهدین. دو، کنار گذاشتن دولت بازرگان که تا چندی پیش از این آن را دولت امام زمان می‌نامید. سه، به تصویب رساندن قانون اساسی ولایت فقیه در قوقای شعارهای ضد استکباری. روز 13 آبان سال 1358 53 تن از کارکنان سفارت آمریکا در تهران توسط عوامل خمینی که خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌نامیدند به گروگان گرفته شدند. این گروگانگیری 444 روز به طول انجامید و خمینی در طی این مدت با شعارها و تبلیغات به اصطلاح ضد امپریالیستی ماهیت بقایت مرتجع و دیکتاتور خود را پنهان کرد و دست خود را در سرکوب مجاهدین و دیگر مبارزان راه آزادی و هر ندای مخالف دیگری را با مارک طرفداری از آمریکا باز کرد. اما به رغم دعاوی دجالگرانه، وقتی در مقابل تهدید واکنش جدی آمریکا قرار گرفت، بعد از 444 روز عقب نشینی کرد و گروگانها را آزاد کرد. پس از مرگ خمینی، گروگانگیران سفارت آمریکا به ویژه در دوره رئیس جمهوری خاتمی به اقتضای جنگ و درگیری‌های باندی و جنایی یکی پس از دیگری از کرده خود ابراز ندامت کردند و به تصریح یا به اشاره اعتراف کردند که هدف از این کار نه مبارزه با آمریکا بلکه قلقم مجاهدین خلق ایران بوده است.